حدیث بعدی که خیلی میتونه براتون مفید باشه و من به تجربه دیدم از خودم و افراد دیگر، حدیثی است که ابی کفشت الانماری به صلاح رضی الله عنه روایت میکنه از پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم. بازم پیغمبر قسم میخوره، ثلاثتون اقسم علیهن، به سه چیز من قسم میخورم که این حتما شده نیست. ما نقسم مال و عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه فصبر عليها الا زاده الله عزه، سومی ولا فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. میگه سه چیز فرمود، سه چیزو قسم میخورم. یکی محال است که مال انسان از صدقه دادن کم بشه. صدقه میدی از طرف دیگه زیاد میشه. این تجربه کنید میبینید خودتون، برای خداوند پاک صدقه بدید زیاد میشه، خصوصا اگر در حالت فقر صدقه بدید تازه بازم بیشتر میشه. متوجه هستید؟ صدقه مال زیاد میکنه. دومی قسم پیامبر خورده که اگر انسان به ظلم شد صبر کرد، نه اینکه زورش نرسید صبر کنه، یعنی مثلا حالا به قدرت رسیده، یکی به ظلم کرده حالا این قادره میتونه زور انتقام خودشو بگیره، اگه انتقام نگیره و صبر کنه برای خدا واگذار کنه، خداوند عزت اینو زیاد میکنه، عزت اینو زیاد میکنه. کما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، علیه و آله و سلم ایشون رو در مکه چقدر اذیت کردن، وقتی مکه رو فتح کرد همه رو بخشید، میتونست نبخشه. همین عزت و پیامبر تا حالا هم هست، تا روز قیامت هم خواهد بود، که دشمناش که اینقدر اذیتش کردن، بیرونش کردن، بعد از بیرون کردن هم اذیتش کردن، میخواستن بکشن، وقتی که قدرت پیدا کرد نه فقط اینا رو انتقام نگرفت بلکه اینا رو حتی مقامات هم داد. حضرت ابو سفیان رو برداشت عامل کرد، یعنی حاکم کرد، نمیدونم در نجران جای فرستاد. حضرت معاویه رو کاتب وحی کرد، در حالی که این 18 19 سال باهاش در حال جنگ بودن. پس اینجوریه. سومی از همه مهمتره که اگر انسانی بر خودش دروازه سوال کردن باز کنه، خدا برایش یک دروازه دیگه اتوماتیک باز میکنه، دروازه فقر. یعنی یک کسی بره بگه من ندارم و فلان و بهمان، ممکنه یک نفر دو نفر بهش چیزی بدن، اما یک دروازه غیبی خدا برش باز میکنه و فقره. هر کاری کنه از فقر این بیرون نمیاد. و شما میبینید کسایی که خصوصا در حالی که دارن از مردم میخوان، اینا همیشه فقیرن. و من در زندگی اینا توجه کردم که اینها برای اینکه بتونن از مردم بخوان، پولی هم که دارن پنهان میکنن، نعمتی هم که دارن پنهان میکنن، استفاده نمیکنن. یعنی پول داره، مثلا خونهش میر میبینی چی نداره، چرا؟ میخواد که رحم مردم جذب کنه، لذا این اوتوماتیک در فقر است. لذا هرگز انسان باید تا اونجایی که ممکنه از کسی درخواست نکنه که من ندارم و فلان و بهمان، صبر کنه الله پاک برش بده. این عزت مؤمنه. و جالبه که شما اگر از کسی چیزی بخوای در حریصاست، عزتت کم میشه. اما برعکس در حدیث ما داریم که هیچی بهتر از پیش خدا با عزتتر از دعا کردن نیست. یعنی با خدا دعا کنی عزتت زیاد میشه، از مردم بخوای عزتت کم میشه. عجیب نیست؟ حدیث صحیحه. هیچ چیز پیش خدا عزیزتر، اکرمتر، گرامیتر از دعا کردن نیست. یعنی شما دعا میکنی، دعا پیش خدا گرامی است، عزیزه. خب کسی که کار عزیز میکنه، کار گرامی میکنه، خودش هم گرامی میشه و عزیز میشه. لذا ببینید فرق خواستن از خدا و فرق خواستن از خلق رو. و باز خدا عصبانی میشه برای تو، دروازه فقر باز میکنه. لذا دور تو براتون نگاه کنید، ببینید کسی که زیاد خودشو فقیر نشون میده، از مردم میخواد، آیا وضعش خوبه یا نیست؟